در کشورها و حتی فرهنگ‌های مختلف مفهوم زیبایی با یکدیگر تفاوت دارند. مردان در یک کشور خانم‌هایی رو می‌پسندند که ممکنه در کشوری دیگه اصلاً زیبا شمرده نشن. مفهوم زیبایی در کشورهای مختلف چگونه است؟ ویدیو رو با کشور خودمون ایران آغاز می‌کنیم. برای یک خانم زیبا در کشورهای مختلف معیارهای خاصی ذکر شده، اما وقتی سایت‌های خارجی رو جستجو کنید می‌بینید که فقط نوشتن که خانم‌های ایرانی به عمل زیبایی بینی علاقه زیادی دارن. حتی بعد از عمل باند رو بر نمی‌دارن یا بعضیا حتی اگه عمل هم نکرده باشن وانمود به عمل میکنن. اون هم نه فقط به عنوان زیبایی، بلکه برای به رخ کشیدن وضعیت خوب مالیشون و پیدا کردن یه شوهر پولدار. آیا واقعا همینطوره؟ کره جنوبی. سریال‌های کره‌ای رو حتما دیدید. اکثر بازیگران چه خانم‌ها و چه مردان خوش چهرن. در کره جنوبی به سفیدی و روشن بودن پوست بسیار اهمیت داده میشه. پوست روشن داشتن به این معنیه که وضع مالی خانواده شما خوبه و در رفاه هستید، اما اگر رنگ پوست تیره یا برنزه باشه به این معنیه که شما حتما از طبقه دهقان یا کارگر هستید و وضع مالی خوبی ندارید و بیرون کار میکنید. به همین دلیل هم مردم کره جنوبی دائما از کرم‌های روشن کننده استفاده میکنند. داشتن چشم‌های بزرگ با پلک دوتایی هم یکی از نمادهای اصلی زیبایی محسوب میشه. برای همین هم اکثر خانم‌های کره‌ای عمل زیبایی چشم و پلک انجام میدن. همچنین عمل کردن چانه هم بسیار شایع. چونه هاشون رو نازک‌تر میکنن تا شکل صورتشون از حالت گرد بودن خارج بشه. به قولی صورت شکل حرف وی انگلیسی داشته باشه. در کره جنوبی مردان جوان هم بسیار آرایش میکنن و فروشگاه‌های لوازم آرایشی مخصوص مردان هم بسیار رواج داره. لازم به ذکره که در کشورهای دیگه مثل چین، تایلند و کامبوج هم داشتن پوست روشن بسیار مهمه. ژاپن. ممکنه شکل دندان‌های ما اینطوری یا اینطوری باشه و به همین دلیل هم هنگام خنده جلوی دهانمون رو میگیریم که دندونای کج و معوجمون دیده نشن. اما با همین دندان‌ها اگه به ژاپن برید و جلوی دهان خودتون رو بگیرید، شما رو مورد سرزنش قرار خواهند داد که چرا این زیبایی رو پنهون می‌کنید. بله، در ژاپن جلوتر بودن این دو دندون و کج بودن دندان‌های کناری زیبا محسوب میشن که به این حالت یایبا گفته میشه. البته اگه ناهنجاری خیلی شدید بود، طوری که به لبها آسیب برسونه یا مانع جویدن غذا بشه، اون وقت به پزشک مراجعه میکنن. ژاپنی‌ها حالت طبیعی صورت رو دوست دارن و معتقدن که نباید در زیبایی طبیعی دخالت کرد. از نظر اونها یه خنده با دندونای یایبا بسیار صمیمانه و جذابه. فرانسه. برای یه مرد فرانسوی چیزی جذابتر از ظاهر طبیعی که بسیاری از زنان فرانسوی از اون طرفداری میکنند وجود نداره. زنان در فرانسه طرفدار چهره به صورت طبیعی هستند. تلاشی برای پنهان کردن کاستی‌های صورتشون نمی‌کنند. علاقه‌ای به جراحی‌های زیبایی یا حتی آرایش غلیظ ندارند. سعی می‌کنند با استفاده از کرم‌های خوب از پوستشون به خوبی مراقبت کنند. خودشون رو آنطوری که هستند میپذیرند و نیازی به تغییر احساس نمی کنند. برزیل. در برزیل به زیبایی و خوشاندامی اهمیت خیلی زیادی داده میشه، چون برای خانم‌ها یه عامل بسیار مهم در یافتن شغل و شوهر مناسبه. در برزیل انجام جراحی‌های زیبایی در بیمارستان‌های دولتی یا رایگانه یا اینکه هزینه بسیار کمی داره. برای همین هم آمار این نوع جراحی ها بالاست. لیپوساکشن و بلند کردن سینه از شایع ترین جراحی های زیبایی. در برزیل خانم ها تمایل چندانی به استفاده از مواد آرایشی ندارند، چون هوای این کشور در تمام طول سال گرم و مرطوبه و آرایش دوام چندانی نداره. اونها فقط به طور طبیعی از پوست خودشون مراقبت میکنن، از کرم ضد آفتاب و از کرم هایی با مواد طبیعی مثل روغن نارگیل استفاده میکنن. آمریکا. در سالهای اخیر معیار زیبایی در آمریکا تغییر کرده. الان به رنگ پوست و نژاد اهمیتی داده نمیشه و دوست داشتن خود زیباییه.
گذشته از رنگ و نژاد، حالا به فرم بدن اهمیت داده میشه. برای خانم ها کمر باریک داشتن، بزرگ و بالا بودن سینه ها و لب های پر داشتن مهمه. برای همین هم از نظر انجام جراحی زیبایی این کشور مقام اول رو در جهان داره. بزرگ کردن سینه ها و لیپوسکشن از متداول ترین جراحی های زیبایی. البته استفاده از بوتاکس هم برای جلوگیری از بروز چین و چروک خیلی شایعه. اسپانیا. زیبایی بخش مهمی از فرهنگ در اسپانیا است. استانداردهای زیبایی بالاست. داشتن اندام ظریف، رنگ روشن و لباس مناسب معیارهای اصلی زیبایی محسوب میشن. مراقبت از مو هم اهمیت داره. خانم‌های اسپانیایی هر روز آرایش میکنن، اما آرایش اونها غلیظ نیست. جراحی‌های زیبایی چندان رواج نداره، فقط عده معدودی از خانم‌ها عمل لیپوساکشن و بزرگ کردن سینه رو انجام میدن. هندوستان. در هندوستان استانداردهای زیبایی بسیار سخت گیرانند. دختران از سنین نوجوانی از طرف خانواده و حتی همسایه‌هاشون تحت فشار هستند تا برای زیبا بودن همه تلاش خودشون رو بکنن. داشتن پوست روشن، داشتن موهای بلند و براق، لب‌های طبیعی، موهای سیاه، مژه‌های ضخیم و بینی صاف و نوک‌باریک از جمله نشانه‌های زیبایی هن. استفاده از حنا به خصوص در مراسم‌هایی مثل عروسی رواج داره. همچنان که گفته شد، پوست روشن داشتن یکی از معیارهای اصلی زیبایی در هندوستانه. برای همین هم بزرگترین بازیگران بالیوود همیشه استفاده از کرم‌های روشن کننده پوست رو تأکید می‌کنند و اعلام می‌کنند که از چه کرم‌ها و از چه موادی و با چه روش‌هایی برای سفیدی پوستشون استفاده می‌کنن. جراحی پلاستیک در هندوستان نوپاست. خانم‌ها بیشتر جراحی زیبایی بینی و لیپوساکشن انجام میدن و مردان هندی هم به کاشت مو علاقه‌مندن. تاجیکستان. در تاجیکستان داشتن ابروهای به هم چسبیده بسیار مورد پسنده. نشانه صمیمیت و جذابیت محسوب میشه. دخترانی که ابروهای پیوسته پهن و سیاه دارن در بین مردان خاطرخواهان زیادی دارن. ترکیه. در ترکیه داشتن پوست صاف و بی‌نقص مهمه. از نظر آرایش، خط چشم بسیار مهمه. آرایش غلیظ فقط در مراسم‌های خاصی مثل عروسی‌ها رواج داره. زیبایی موها هم یه فاکتور مهم در زیبایی زنان ترک محسوب میشه. در مورد معیارهای زیبایی در کشورهای مختلف به نظر میرسه که رفته رفته تنوع معیارها در حال از بین رفتنه. حتی در قبایل آفریقایی هم موارد عجیبی که زیبا تلقی میشن به تدریج کنار گذاشته میشن. همچنین باید تأکید کرد که تعریف استانداردهای زیبایی برای هر کشوری به این معنی نیست که همه جمعیت اون کشور یا اکثرشون اون خصوصیات رو دارن. در هر کشوری فقط درصد اندکی از جمعیت به اون استانداردها میرسن. برای درک بهتر این موضوع فقط کافی نگاهی به این آمار در آمریکا بیندازیم. 40% از جمعیت آمریکا بیماری‌های مزمن دارد. 52% مردم چاق هستند یا اضافه وزن دارند. 26% از بزرگسالان در آمریکا نوعی نقص بدنی دارند و 79% از آمریکایی‌ها از شکل ظاهریشون راضی نیستند. زن زشت در دنیا وجود ندارد. تنها برخی از زنان هستند که نمی توانند خودشان را زیبا جلوه بدهند. موفق باشید.